سلام و درود بسیار دارم برای شما هموطنان بسیار عزیزم، مخاطبین با ارزش این برنامه، و خوشحال هستم که یک بار دیگر این فرصت برای من به وجود آمده که باز با شما دقایقی رو باشم و دیدگاهم رو، اون فکر آینده نگری، اون بحث امروز و فردای ایران رو که همیشه دارم رو با شما مطرح بکنم. من توی جلسات پیش این بحث رو باز کرده بودم که در نهایت ما باید که به جامعه‌ای برسیم که این جامعه بتونه قابل قبول در استانداردهای بین‌المللی باشه، ولی ناگزیر قبل از اینی که بخوایم به اون طرف حرکت بکنیم مجبور هستیم، اینی که عرض میکنم مجبور هستیم، واسه این که ما باید مثل این که بخوایم از روی یک رودخونه رد بشیم باید از یک پلی عبور بکنیم. این پل کجاست؟ این پل همون هیجان زدگی ماست. من توی یکی دو تا برنامه قبل این صحبت رو با شما میکردم که به هر حال من گلم از نسل‌های سیاسی قبل از خودم بیشتر از همیشه این بوده که نیامدند مردم رو آگاه به این قضیه بکنن که به دنبال چی برن، مردم چی میخوان. این آدم‌های رهبران سیاسی، روشنفکران، فعالان جنبش‌ها چی رو طلب میکنن؟ اگر که ما به این مرحله نرسیم و ندونیم که کجا قرار گرفتیم، به کجا میخواییم حرکت بکنیم، به کجا میخواییم برسیم، من فکر میکنم که نه 37 سال نه 100 سالی که ما همچنان در انتظارش بودیم که به جای یک جامعه دموکراتیک بدل بشیم، 100 سال و 37 سال دیگه هم باز این امکانی واسه همون پیش نخواهد آمد. بحثی که من مرتب مطرح میکنم در این یکی دو جلسه پیش عرض کردم در مورد مهندس بازرگان و دکتر سنجابی و غیره و غیره مطرح کردم، این برمیگرده به همین امروز ما. این آخرین واقعی که واقعا آخرین تحولی که تو جامعه ما به وجود آمد برمیگرده به جنبش سبز، برمیگرده به دوران آقای موسوی و کروبی، برمیگرده به این که یک بار دیگه ما هیجان زده شدیم. این هیجان همچنان ادامه داشته. یک زمان از سر انقلاب به این طرف بین شاه و خمینی رو انتخاب میکنیم، برمیگردیم بین ناطق نوری و خاتمی رو انتخاب میکنیم، برمیگردیم بین احمدی نژاد و موسوی رو انتخاب میکنیم، بین نمیدونم رضایی و قالیباف روحانی رو انتخاب میکنیم. هیچ کدوم رو نمیگیم که برای چی، هیچ کدوم رو دنبال نمیکنیم که میخوایم چی کار بکنیم. ببینید تحول بسیار بزرگی بود، دست کم نگیریم. سال 88 توی ایران ما توی یک مرحله‌ای قرار گرفتیم که توی این مرحله میتونستیم قدم‌های بسیار بزرگی رو برداریم، ولی همچنان عاشقانه رفتیم به این که به دنبال این که احمدی نژاد بدترین آدمه، موسوی بهترین آدمه. من وارد قضاوت ارزشی اصلا نمیخوام بشم که حالا این بدترینه یا اون بهترینه. من دنبال این میگردم که به دنبال یک مسئله فکری، من کتاب پارلمان فکریم دقیقا همین جاست. من اعتقادم بر اینه که ما ناگزیر، عرض میکنم ناگزیر، یک زمانی باید بشینیم دستمون رو سر خودمون بگذاریم، فکر بکنیم، ببینیم چی کار داریم میکنیم. ببینید یه وقتی که ما میرسیم به یک جایی که میبینیم که تمام این جوامع پیشرفته‌ای که اکثرا هم غربی هستن یا همشون غربی هستن، نگاه بهشون میکنیم که اینها چجوری به این مرحله رسیدن؟ آیا همه اینها از آسمون افتادن پایین کشور پیشرفته اسمشون شده؟ همچیزی نیست. این فرانسه‌ای که من درش زندگی میکنم،
به هر حال با دیگر کشورهایی که باهاشون آشنا هستم و غریبه نیستم، این کشورهای اروپای غربی، کشورهای امریکای شمالی، ژاپن، استرالیا، کانادا، غیره و غیره، همه اینها یک حرکت توشون به وجود آمده. اون حرکتی که توشون به وجود آمده به چه شکل ایجاد شده؟ اگر اون رو ما نبینیم، نمیتونیم این حرکت رو به اون مرحله اساسی که وجود داره برسونیمش. چرا نمیتونیم برسونیم؟ برای اینکه ما دیدگاه آینده نگر نداریم. ما اگر همینطوری بخوایم ادامه بدیم، باز دوباره فردا به جای آقای روحانی یکی دیگه بیاد، باز دوباره این دفعه ما بگیم که، چون میدونید جمهوری اسلامی حکومت باهوشی است. من یادم هستش که به هر حال زمانی که آقای خاتمی منصوب شدن یا انتخاب شدن، هر کدومش که شما دوست دارید قبول بکنید، به پست ریاست جمهوری، مردم همه وقتی که رفتن رأی دادن یا هر جوری دیگه‌ای که بود، اینها همه مسائل رو، همه خواستهای خودشون رو در لبخند آقای خاتمی می‌دیدن. اونی که خونه نداشت فکر کرد آقای خاتمی خونه میده، اونی که نمیدونم روسریش عقب و جلو بود فکر کرد آقای خاتمی این کارو میکنه، اونی که دنبال نمیدونم آزادی میگشت فکر کرد آقای خاتمی این کارو میکنه. در حال توی همون دوره هم ما شاهد این بودیم که چون دنبال خیلی از مسائل نرفتیم، شاهد بزرگترین به وجود آمدن قتل‌های زنجیره‌ای بودیم، شاهد این بودیم که روزنامه‌های زیادی به وجود آمد، روزنامه‌های بیشتری بسته شد. در نهایت جمهوری اسلامی امروز بعد از 37 سال در حکومت جمهوری اسلامی همچنان باقی است. یادمون باشه یک سوال اساسی رو پاسخ بدیم، یک سوال اساسی: ما جمهوری اسلامی رو می‌خوایم یا نمی‌خوایم؟ این نه به این معناست که من بگم اونهایی که میخوان خیلی خوبن، اونهایی که نمیخوان خیلی بدن، ابدا. من میخوام تو جامعه هم به عنوان کسی که پایه‌های جامعه شناسی رو یاد گرفته، این سوال رو به عنوان یک جامعه شناس مطرح بکنم. به خودمون برگردیم، ما واقعا میخوایم جمهوری اسلامی رو؟ اگر میخوایم ادامه بدیم اصلاحش بکنیم، اگر اصلاح پذیره، اگر که تجربه این سالهای دراز 37 سال سالهای دراز عرض میکنم واقعا عمر دو نسله، وقتی که به اینجا میرسیم باید پاسخ بدیم. اگر نمیخوایم چی میخوایم جاش؟ چه فکری داریم؟ چه آینده‌ای رو براش متصور هستیم؟ همینی که ما بگیم مرگ بر خامنه ای، زنده باد اون، هیچی رو عوض نکردیم. هیچی رو، کما این که در طی این سالهای دراز ما شعارهای بسیار دادیم. من احترام میذارم به همه اونهایی که تلاش کردن، احترام به اونهایی میذارم بیشتر از همه که تو زندانهای جمهوری اسلامی با خشونت تموم جونشون از دست دادن. من احترام میذارم به همه اپوزیسیون خارج از کشور، از چپ چپ تا راست راست، که تلاش کردن، تونستن کاری رو انجام بدن که به حال یک حکومت دینی مذهبی ایدئولوژیک که میتونه 200 سال 500 سال عمر بکنه، بعد از 30 چند سال به این وضعیت فاجعه آور و سیاهی امروزش رسید. عرض کردم کار بزرگی هم کرد، اون شارلاتانیزم مذهبی رو به مردم معرفی کرد، همه اینها درست، ولی ما چی میخوایم؟ اولش نوع حکومت برامون، آیا میتونیم الان انتخاب بکنیم؟ آیا میتونیم که با مرگ بر این گفتن و مرگ بر اون گفتن کار رو انجام بدیم؟ آیا میتونیم فقط بریزیم تو خیابون شعار بدیم سرکوب بشیم یا نشیم و همه چی تموم بشه؟ آیا نباید فکر بکنیم که به هر حال ناگزیر هستیم ببینیم که این تحول مردم ایران، تحول بسیار بسیار بزرگی که به وجود آمد به نام جنبش سبز معروف شد، این چرا شکست خورد؟ نباید فکر بکنیم این رو؟ من فکر میکنم که باز اجبار داریم. اگر بخوایم قدم بعدی رو برداریم باید فکر بکنیم چرا شکست خورد. خب اگر من نظر خودم رو بخوام بگم به شما، نه به این معناست که باز بخوام بگم زنده باد این، زنده باد اون، مرگ بر این، مرگ بر اون، ابدا. من میخوام به شما بگم که نگاه بکنیم، 1 میلیون بیرون اومدن، 5 میلیون بیرون اومدن،
دو میلیون سه میلیون، من اصلا دنبال تعداد نمیگردم. میتونم این رو بگم که در عمر 37 ساله جمهوری اسلامی به قول خود زعمای جمهوری اسلامی این بزرگترین تحولی بود که توی جمهوری اسلامی ایجاد شده بود، به قول خیلی هاشون بیشتر از خطراتش بیشتر از خود جنگ بود. خب چه شد؟ میگید که سرکوب کردن، میگید سپاه سرکوب کرد. من سوال میکنم، مگه شما حکومت دیکتاتوری رو سراغ دارید که معترضینش بیان بیرون و سرکوبش نکنن؟ خب اگر سرکوب نکنن که دیکتاتوری نیستن که، سرکوب میکنن دیکتاتور هستن. سرکوب نکنن یک آدم دموکرات هستن که از طرف مردم انتخاب شدن. حالا سوال میکنم، مسئولین، مقامات، زعمای غیر از شخص ولی فقیه آقای خامنه ای که نیاز به انتخاب ندارن، ایشون فرستاده خدا هستن، البته نمیدونم کدوم خدا، ولی بگذاریم، این کدومشه؟ انتخاب شدن؟ فکر میکنید که اینها انتخاب شدن؟ حتی رئیس جمهور، حتی نمیدونم نمایندگان مجلس؟ من باور ندارم. چرا باور ندارم؟ من یه خورده عدد و رقم بلد هستم. اینجایی که بحث عدد و رقم میکنم، میام مطرح میکنم که بیایم جامعه ایران رو، همین آخرین مرحله رو، بیشتر و جلوتر نمیرم اصلا، همین آخرین مرحله دوران آقای روحانی و انتخاب آقای روحانی رو مد نظر قرار بدیم. در ایران به قول مقامات وزارت کشور نزدیک به 54 میلیون رای دهنده وجود داره. از این تعداد رای دهنده آقای روحانی با 18 میلیون خورده‌ای انتخاب شدن. معنیش چیه؟ 18 میلیون رو ضرب در 3 بکنید میشه 54 میلیون. یعنی از هر 3 نفر 2 نفر به آقای روحانی رای ندادن. من وارد این نمیشم که باز خوبه یا بده، بلافاصله نگیم که در کشورهای دیگر هم ممکنه رای ندن یا رای بدن، اینا متفاوته. هر جامعه‌ای تقاضای خودش رو داره، هر جامعه‌ای برای خودش حرکت میکنه. من هدفم بیشتر اینه، بیایم به خودمون برگردیم. بعد از اینی که هر کدوم اینها به قول خودشون انتخاب شدن، نیایم بگیم ایداد اشتباه کردیم، نیایم بگیم بهتر بود این کارو نمیکردیم. اگر که ببینید، من بازم دارم خدمتتون میگم، به طور مشخص دارم عرض میکنم، رأی دادن بسیار خوبه، یکی از مراحل دموکراتیزه کردن جامعه رأی دادنه، ولی یادمون باشه که این رأی دادن در کجاست، این رأی دادن در چه حکومتی است. آیا در حکومتی است که رأی رو درست میشموره؟ آیا در حکومتی است که از قبل رأی رو تعیین نکرده؟ و نهایتاً از همه چی مهمتر، فکر میکنید که اگه رأی دادن چیزی رو عوض میکرد، میذاشتن شما رأی بدین؟ بازم بهتون بگم، فکر میکنید میذاشتن شما رأی بدین؟ تا دفعه بعد امیدوارم که باز فرصت دیگری باشه.